سخنرانی های خشم‌آلود فعالان محیط زیست در نشست فوق‌العاده تغییرات اقلیمی. دونالد ترامپ هم نظرش را عوض کرد و سرزده به اجلاس رفت. اولین تجربه بایومتریک در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان. کمیسیون میگوید همه کارمندان آموزش دیدند. و زمینگیر شدن غول مسافرتی بریتانیا بعد از نزدیک به 200 سال فعالیت. ورشکستگی شرکت توماس کوک 500,000 مسافر را سرگردان کرد و 22,000 نفر را بیکار. سلام، خوش آمدید به برنامه خبرنگاران این هفته. آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد، در نشستی فوق‌العاده از رهبران جهان خواست تا برنامه‌هایی جدید و بلند پروازانه برای مقابله با تغییرات اقلیمی ارائه کنند. جلسه‌ای در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک با حضور رهبران 60 کشور جهان. قرار نبود دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در این نشست شرکت کند، کسی که چندان به پدیده گرم شدن زمین اعتقادی ندارد، ولی او بدون اطلاع قبلی در این همایش حاضر شد. غافلگیر کننده ولی نه چندان دور از انتظار از شخصیت دونالد ترامپ. بسیاری از دانشمندان هشدار دادند که نشانه ها و پیامدهای گرمایش زمین در حال شدت گرفتن است. یک فعال نوجوان محیط زیست هم با بغضی گرفته رهبران جهان را متهم کرد که رویای کودکی او را ویران کردند با بی‌توجهی به مسائل زیست محیطی. جزئیات بیشتر از بهمن کلباسی. اشک‌های خشم شناخته شده ترین فعال مبارزه با تغییرات اقلیمی، گرتا تونبرگ، در اعتراض به بی‌عملی مقام‌های کشورها اهل رودربایسی نیست، حتی وقتی رهبران جهان در برابرش نشستند. My message is that we'll be watching you. This is all wrong. I shouldn't be up here. I should be back in school on the other side of the ocean. Yet you all come to us young people for hope. How dare you? You have stolen my dreams and my childhood with your empty words. And yet I'm one of the lucky ones. People are suffering. People are dying. Entire ecosystems are collapsing. We are in the beginning of a mass extinction, and all you can talk about is money and fairy tales of eternal economic growth. How dare you? عصبانیتی که دبیر کل سازمان ملل هم در آن شریک است. او تصویری ترسناک از پیامدهای بحران تغییرات اقلیمی به دست داد و گفت زمان بسیار تنگ است، اما هنوز دیر نشده. به اطراف نگاه کنید. دریاها بالا می آیند و آب اقیانوس‌ها اسیدی می شوند. یخچال‌های طبیعی آب می شوند و صخره‌های مرجانی رنگ می بازند. خشکسالی دامن می گسترد و آتش به جنگل‌ها افتاده. بیابان‌ها گسترده تر می شوند و دسترسی به آب روز به روز محدودتر. امواج گرما می سوزاند و فجایع طبیعی ویرانگرتر می شود. طوفان‌ها همه جا شدیدتر می‌شوند و مکررتر و ویرانگرتر. در این نشست فقط رهبرانی اجازه داشتند صحبت کنند که برنامه دقیق برای رسیدن به کاهش 45% گازهای گلخانه‌ای تا سال 2030 ارائه دهند. دانشمندان می‌گویند گازهای گلخانه‌ای به ویژه دی اکسید کربن سبب بالا رفتن حرارت زمین و تغییرات اقلیمی شده است. رهبران هند، آلمان و چین از جمله معدود سرانی بودند که با قول به عمل آمدند. آمریکایی‌ها اما صحبت نکردند، ولی آقای ترامپ به صورت غیرمنتظره در جلسه حاضر شد. شاید نشانی که حتی دولت او با وجود اختلاف با جامعه جهانی در مورد این موضوع متوجه عمق بحران است. رئیس جمهوری برزیل هم به خاطر آتش سوزی‌های آمازون با یک شکایت بی سابقه به دادگاه بین‌المللی جنایی روبرو شده است. اتحاد بومیان در سراسر جهان این شکایت را طرح خواهند کرد، چون معتقدند رهبر برزیل مرتکب جنایت علیه طبیعت شده است.
من فکر می‌کنم الان زمان مطرح کردن تغییرات اقلیمی است، مثل همجنسگرایی، حقوق زنان و مسائل دیگر. آنها زمانی مطرح شدند که جامعه به اندازه کافی رشد کرده بود که بپذیرد اینها پدیده‌های اجتماعی هستند و نیاز به حمایت از آنها هست. من فکر می‌کنم در مورد موضوع تغییرات اقلیمی ما به این نقطه رسیدیم و بازوهای اعمال قوانین در جهان برای انعکاس آن بیشتر شده. بنابراین ما می‌خواهیم این موضوع را به دادگاه‌های بین‌المللی ببریم و از قضات می‌خواهیم که در این باره تصمیم بگیرند. صدای اعتراض رهبران فردا در سازمان ملل. جوانانی که منتظر آینده نمانده‌اند و هم‌اکنون مدیریت تجمع‌های میلیونی علیه سیاست‌های دولت‌ها را به عهده گرفته‌اند. بهمن کلبوسی، بی بی سی، مقر سازمان ملل، نیویورک. همزمان با حضور حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در نیویورک و رایزنی‌های دیپلماتیک میان هیئت‌های ایرانی و اروپایی برای کاستن از تنش‌ها در خاورمیانه، رویدادهای دیگری هم در ارتباط با ایران در این شهر در جریان بود. از جمله برگزاری یک گردهمایی با حضور مخالفان حکومت ایران، از جمله رودی جولیانی، یکی از شهردارهای سابق نیویورک و وکیل شخصی دونالد ترامپ. آقای جولیانی در این گردهمایی حکومت ایران را غیر مشروع خواند و خواهان اخراج آقای روحانی از آمریکا شد. همچنین گروهی از خانواده‌های زندانیان دو تابعیتی زندانی شده در ایران هم در نیویورک گرد هم آمدند تا از دولت‌های غربی بخواهند به طور متحد بر سر این موضوع با حکومت ایران برخورد کنند. جزئیات بیشتر از خشایار جنیدی. سخنرانی رودی جولیانی، شهردار پیشین نیویورک و وکیل شخصی دونالد ترامپ در جمع گروهی از مخالفان حکومت ایران. در حالی که در نیویورک همچنان بعضی ها از احتمال دیدار رؤسای جمهوری ایران و آمریکا صحبت می کنند، آقای جولیانی در گرد همایی آینده ایران در نیویورک خواهان اخراج حسن روحانی از آمریکا شد. او همچنین از دولت‌های اروپایی خواست به تعامل با حکومت ایران پایان دهند. وقتی یک دلار به ایران می‌دهید، 50 سنت آن خرج کشتن یک انسان می‌شود، دست کم. چطور وجدان شما با این کنار می‌آید؟ بعضی از مخالفان حکومت ایران مانند شورای ملی مقاومت، سازمان‌ها و گروه‌های هوادار مجاهدین خلق و همینطور بعضی از نمایندگان اقلیت‌های کرد، آذربایجانی و بلوچ در این گردهمایی حاضر بودند. 4 حزب عمده کرد ایران از شرکت در این همایش خودداری کردند و خبری هم از احزاب مشروطه‌خواه و هوادار سلطنت نبود. به طور تاریخی خیلی از این گروه ها با هم کنار نمی اومدن. امروز مفتخریم که این گروه ها در کنار هم مخالفتشون رو به حکومت ایران نشون میدن، در زمانی که فکر میکنیم حکومت ضعیفتر میشه. همزمان در گوشه دیگری از شهر گروهی از اعضای خانواده های زندانی دو تابعیتی یا شهروندان بیگانه زندانی در ایران گرد هم آمده بودند تا خواهان تشدید اقدام ها برای آزادی آنها شوند. بستگان نازنین زاغری، زندانی ایرانی بریتانیایی، باقر و سیامک نمازی، زندانیان ایرانی آمریکایی، ژیاو وانگ، محقق چینی آمریکایی بازداشت شده در ایران و همینطور نزار زکا، شهروند لبنانی ساکن آمریکا که به تازگی از ایران آزاد شده، با اعلام تشکیل یک گروه واحد خواهان پاسخگو کردن حکومت ایران در برابر وضعیت بستگان خود شدند. آنها به طور خاص خواهان گروگان خوانده شدن این زندانیان از سوی دولت‌های غربی هستند. ایران مشغول دیپلماسی گروگان هاست. ما در نیویورک گرد هم اومدیم تا به دنیا و رسانه‌ها بگیم که دولت‌ها به این مشکل رسیدگی نمی‌کنند و از زمانی که نازنین بازداشت شده می‌بینم که وضع بدتر هم شده. ریچارد رادکلیف میگوید سخنان اخیر آقای ظریف درباره امکان مبادله زندانیان امیدوار کننده است. از جمله این سخنان اعلام آمادگی برای مبادله ژیاو وانگ، دانشجوی دانشگاه پرینستون، با یک محقق زندانی ایرانی در آمریکا است.
شنیدم آقای ظریف به آمریکایی‌ها برای آزادی همسرم پیشنهادی داده. باید دید جواب آمریکا چیه. این مربوط به شیوه کار آمریکاست. امیدوارم پاسخ بده. بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا دیروز عصر در دیدار با حسن روحانی بار دیگر خواهان آزادی نازنین زاغری و دیگر زندانیان دو تابعیتی شد. خشایار جنیدی، بی بی سی، نیویورک. امسال برای اولین بار در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان از دستگاه‌های بایومتریک برای تشخیص هویت استفاده می‌شود. از این فناوری در انتخابات پارلمانی سال گذشته استفاده شد، اما نقص‌هایی داشت. کمیسیون انتخابات می‌گوید کارمندان کمیسیون را آموزش داده تا مشکلات قبلی تکرار نشود. نسرین نوا خبرنگار ما در کابل نگاهی انداخته به کار دستگاه بایومتریک. آزمون کارمندان کمیسیون انتخابات نزدیک است. اینجا بیش از 200 کارمند مشغول تهیه و تنظیم کارها هستند. کمیسیون میگوید این مواد حالا به تمام ولایات کشور رفته و تا پیش از روز رای دهی به ولسوالی ها میرود. کمیسیون آمادگی خود داره از نگاه تکنیکی تا انتخابات با تاریخ 6 میزان برگزار کنه. از وسایل بایومتریک به گونه درست استفاده میشه. در بخش آموزش خود کمپانی در ملوک متخصصین خود روان کردن و در لیست رای دهندگان تصحیحات به وجود آمده و انشالله که انتخابات آینده ریاست جمهوری یک انتخابات خوبی را خواهد داشت. وعده ای که کمیسیون های قبلی هم داده بودند، اما در انجام آن چندان موفق نبودند. تفاوت این انتخابات با دوره‌های قبلی انتخابات ریاست جمهوری استفاده از این دستگاه است. دستگاه بایومتریک. تکنولوژی که در انتخابات پارلمانی سال گذشته امتحان خوبی پس نداد. هرچند کمیسیون می‌گوید درس‌های زیادی آموخته و اشکالات را رفع کرده‌اند. زمانی که رایدهنده با یک محل رایدهی می بایومتریک اینگونه کار می کند. دستگاه کد روی شناسنامه را که موقع ثبت نام اضافه می شود تشخیص و هویت فرد را شناسایی می کند. پس از آن نشان انگشت، عکس چهره و شناسنامه را ذخیره می کند. و اگر فردی بخواهد دوبار رای بدهد، دستگاه هشدار می دهد. در پایان برای هر رای دهنده یک کد مشخص می شود که زمینه برگی رای دهی می شود. فقط ارسال نتایج بر ما فعال می شود. به این صورت در ختم روز رای دهی اطلاعات تمام دستگاه هایی که به اینترنت وصل است اینگونه به مرکز منتقل می شود. اما این روند تنها در 70% مراکز عملی است. در بقیه مراکز دستگاه بایومتریک به دلیل نبود اینترنت اطلاعات را همزمان انتقال نمی‌دهد. روشی که از دید منتقدان می‌تواند زمینه ساز تقلب باشد. در انتخابات پیش رو پس از آنکه آرا شمرده و یادداشت می‌شود، عکسی هم از آن یادداشت در دستگاه ذخیره می‌شود. این کار به کمیسیون اجازه می‌دهد تا برای شمارش دقیق آرا دو نسخه از نتایج را مقایسه کند. با وجود این همه مردم به شفافیت انتخابات مشکوکند. چند دوره‌ای که قبلا انتخابات داشتیم، اگر او رقم یک انتخابات صورت بگیره بازم یک انتخابات پر از تقلب خواهد بود. خب وقتی که جنگ باشه انتخابم صحیح نمیشه دیگه. با وجود تجربه بسیار تلخ داریم ازش، ولی باید امیدوار باشیم که انتخابات خوب باشه. نام و نشان 18 نامزد رقیب برای نشستن به کرسی ریاست جمهوری در برگه رای دهی درج شده. تا پایان روز رای دهی روشن می شود که مقابل نام چه کسی بیشتر نشانی می شود. اعلام نتایج بر اساس تقویم 40 روز پس از انتخابات است. کمیسیون انتخابات در آزمون‌های گذشته چندان موفق نبوده و حالا قرار است در 6 میزان آزمون بزرگتری را پشت سر بگذاره. آزمون پرچالشی که این کمیسیون گفته با این آمادگی‌ها از پسش برمی‌آید. اما آیا واقعاً این انتخابات موفق‌تر از انتخابات گذشته برگزار خواهد شد؟ نسرین نوا، بی بی سی، کابل.
در ایران بیش از 14 میلیون دانش آموز سر کلاس درس رفتند. روز اول مهر برای دانش آموزان دهه‌های مختلف یادآور خاطرات متفاوتی است. مدارس و نظام آموزشی ایران در 50 سال گذشته تغییرات زیادی کرده. فضای مدارس ایران در دوره‌ای تحت تاثیر انقلاب ایران و جنگ بود، ولی با مرور زمان این فضا رنگ باخت. در گزارشی که همکارم کاوه مشکات تهیه کرده، مخاطبان ما از تجربه خود از مدرسه در دهه‌های مختلف می‌گویند. سال 1353 وارد دبستان شدم، دبستان الفات در خیابان جمالزاده جنوبی در تهران. کلاس‌های ما معمولاً دختران و پسران مختلط بود تا کلاس چهارم که انقلاب شد. معمولاً دو تا دختر توی یه نیمکت می‌نشستن، یه پسر و دو تا پسر یه دونه دختر، به خاطر اینکه شیطنت نکنن. بهمون یادمه که تغذیه رایگان میدادن. از دبستان روزای خوبی رو یادمه. معمولا روپوشمون آبی آسمانی بود، جورابمون رو باید سفید رنگ میپوشیدیم، موامون رو با روبان آبی میبستیم، شلوار نداشتیم ولی جوراب کوتاه استفاده میکرد. صرف 321 توجه علامتی که همتون میشنوید اعلام خطر یا وضعیت قرمز است و معنی و مفهوم آن این است که حمله هوایی انجام خواهد شد. محل کار خود را ترک و به پناهگاه بروید. اول مهر 1359 به کلاس اول دبستان در شهر تهران رفتم. شب قبلش 31 شهریور 1359 جنگ ایران و عراق شروع شد با حمله هوایی عراق به فرودگاه مهرآباد. اولین تجربه بمباران‌های جنگ ایران و عراق رو در اولین شب کلاس و مدرسه داشتیم. من سال 62 رفتم کلاس اول ابتدایی. خب اون موقع بحث انقلاب و جنگ و مذهب و اینا توی سطح کشور ما خیلی داغ بودش، بهبوهه این بحثا بود. خب این بحثا به مدرسه ها هم سرایت پیدا کرده بود. یه جمله از امام روی همه دیوار مدرسه ها نوشته شده بود: اگر درس نخوانید حرام است در مدرسه بمانید. ما اون موقع تو شهرستان خودمون یه بازرس مذهبی داشتیم که خیلی عقاید سفت و سخت مذهبی، چهره ریشدار و مذهبی داشت، به همه مدرسه هم سر میزد. ایشون به همین جمله استناد میکرد، میگفتش که اگر حرام است در مدرسه بمانید پس درس نمیخونید، بیاید برید جبهه، حداقل از کشور دفاع بکنید، شهید بشید در راه خدا و اینجور بحثا. من آدمی بودم که رفتم تو کلاس‌های تباشیح و قرآن و نماز جماعت می‌رفتم، ولی صحبت من در مورد پتانسیلیه که تو اون سنین وجود داره و به جایی که مدارس مجالی محلی برای پیدا کردن استعدادهای بچه‌ها تو اون سن و پرورشش باشن، متاسفانه به یه سمت سویی سوق پیدا می‌کنن که شاید هیچ آثاری نداشته باشه. من در اواخر دهه 60 توی شرق غرب ما زندگی میکردیم و من همونجا مدرسه میرفتم. یه دختر دیگه بودش که این چند هفته دیرتر از شروع سال تحصیل اومد مدرسه و به خاطر اینکه خانوادهشون نقل مکان کرده بودن به شهرک غرب، از کجا؟ از شهرک دوخانیات.
خاطرم هستش که معلم اینو تحقیر میکرد و جلو بچه ها تو همه کلاس میگفتش که تو از جنوب شهر پاشدی اومدی اینجا و فکر کردی حالا آدم شدی. سال 70 بود که من توی روستا مدرسه میرفتم، مرتب با مقنعه که مشکی بود روی صورت ما رو چک میکردم، میدیدن که ما آرایش کردیم یا نکردیم. امروز مورخه 25/6/98 بچه‌مو آوردم اینجا مدرسه دبیرستان ابتدای شهدای احمدآباد ثبت نام کنم. مدیر مدرسه به میگه 800 هزار تومان پول نقد پرداخت کن تا بچه‌ت ثبت نام کنم و در غیر این صورت پرداخت نمی‌کنم. آقا شاهدم بخوای همینجا هستم. ایشون هم شاهد هست. دوست عزیز منم الان رفتم پیش مدیر مدرسه جناب آقا، میگه آقا 800 هزار تومان اگه دارین ما بچه‌تون ثبت نام می‌کنیم، اگر ندارید آقا بچه‌تون رو بردارین از اینجا بریم. خدا حافظ. احساس خاصی ندارم. خدا خوشحال نیستی مگه؟ نه ولی باید از هفته ساعت 6 صبح بیدار شم بریم مدرسه چه احساس خوشحالی داشته باشی؟ درس که خیلی خیلی خوبه. قرار هستش که ما در این قسمت دیگه حیات خوبه، اون خوبه، این خوبه. قدیمی ترین شرکت خدمات مسافرتی دنیا ورشکست شد. شرکت بریتانیایی توماس کوک که سال 1841 تأسیس شده بود، نتوانست مبلغ لازم برای بازپرداخت بدهی‌هایش را در موعد مقرر تأمین کند. ورشکستگی این شرکت باعث شده 500,000 توریست از جمله 150,000 بریتانیایی در خارج از کشور گیر بیفتند و عملیات گسترده‌ای برای بازگرداندن آنها آغاز شده. بهرنگ تاجرین در گزارشش می‌گوید توماس کوک تنها یک نمونه جدید از شرکت‌های قدیمی است که بازارشان را به اینترنت باختند. قولی که پس از دو قرن زمینگیر شد. این آخرین پرواز توماس کوک است که دوشنبه صبح در فرودگاه منچستر در شمال انگلستان فرود آمد. مسافران از رسیدن به خانه نفس راحتی کشیدند، ولی نشستن آغاز بیکاری خدمه بود. به محض اینکه نشستیم همه خدمه زدن زیر گریه. آدمو داغون میکنه. اون همه سابقه دود شد رفت هوا. من 10 سال تو این شرکت کار کردم و کلی دوست اونجا دارم که زندگیشون نابود شده. فاجعه است. توماس کوک که کارش را با تورهای کوتاه قطار در نیمه اول قرن 19 شروع کرده بود، در اواخر این قرن به ونیز ایتالیا هم رسیده بود. در چند دهه اخیر منبع اصلی درآمد شرکت فروش تورهای خانوادگی به مناطق خوش آب و هوایی از جمله سواحل مدیترانه بود. داستان ورشکستگی توماس کوک داستان آشناییه. شرکت که بیشتر از 500 تا شعبه مثل این در گوشه و کنار بریتانیا داشت و باید پول اجاره، مالیات و حقوق کارمندان این شعبه ها رو میداد. در صورت که این روزها بیشتر مردم ترجیح میدن به جای اومدن به آژانس، بلیت هواپیما، هتل یا کل تورشون رو اینترنتی بخرن. به جز رقیبان آنلاین، اوج گرفتن شرکت‌های هواپیمایی ارزان قیمت هم حاشیه سود توماس کوک را کم کرده بود. از طرف دیگر در سالها و ماه‌های اخیر بلا تکلیفی بر سر خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، ارزش پوند را در برابر ارزهای دیگر کم کرده و باعث شده خیلی از بریتانیایی‌ها عطای تعطیلات گران قیمت را به لقایش ببخشند، حداقل تا وقتی تکلیف برگزیت مشخص شود. ولی مهمتر از همه اینها وام گرفتن و خرید چند شرکت مسافرتی دیگر در دهه اول قرن 21 بود که باعث شد شرکت شدیداً زیر بار قرض برود. توماس کوک بدهی عظیمی داشت. یک بار هم در سال 2011 تا مرز ورشکستگی پیش رفته بود و استقامت مالی لازم برای مقابله با تغییرات بازار را نداشت. حالا 22 هزار کارمند توماس کوک در 16 کشور جهان بیکار شدند. هواپیماهایش هم زمینگیر شدند تا برای پرداخت بدهی های شرکت به فروش بروند.
وقتی تلاش‌ها برای نجات شرکت بی‌نتیجه ماند، مدیرعاملش از کارکنان، مشتریان و هتل‌های طرف قرارداد توماس کوک عذرخواهی کرد. واقعا متاسفم که نجات یکی از محبوب ترین نام ها در دنیای خدمات مسافرتی ممکن نشد. حالا چند صد هزار مشتری توماس کوک در 4 قاره جهان سرگردان شدند و منتظرند دولت های بریتانیا و کشورهای دیگر راهی برای بازگرداندنشان پیدا کنند. دولت بریتانیا میگوید بدهی تقریبا 2 میلیارد دلاری شرکت باعث شد از کمک به نجات آن منصرف شود. احساس کردیم اگه پولم بذاریم، کاری که دولت معمولا برای شرکت های خدمات مسافرتی انجام نمیده، بازم باید در آینده کلی خرج برگردوندن مسافرا بکنیم. در نتیجه شدنی نبود. توماس کوک بهای سنگینی برای بلند پروازی هایش پرداخت، قولی که به نظر میرسد اینترنت و گوشی های هوشمند سرنگونش کردند. بهرنگ تاجدین، بی بی سی. هر هفته همین ساعت میتونید بیننده گزارش های باشید که در این برنامه انتخاب شده. برنامه خبرنگاران تا یک هفته روی وبسایت ما به نشانی bbcpersian.com و همینطور روی صفحه یوتیوب bbcpersian قابل دسترسیه. تا برنامه بعد، بدرود.